ما از یک وبسایتی در حقیقت www.hamrah2020.com hamrah2020.com رو راه انداختیم که مستقیما شما رو به یوتیوب که فکر میکنم بیش از 130 مورد یا شاید نزدیک 100 مورد اون مشخص شده با صدها گفتگوی رادیو تلویزیونی من که عنوان هم داره و میتونید با عنوانشون رو پیدا کنید قرار گیره. بنابراین اگر مایل هستید لطفاً به www.hamrah2020.com سری بزنید و لینک اون رو با یوتیوب داشته باشید به جای اینکه توی یوتیوب به دنبالش بگردید. و این تنها کانال یوتیوبی است که متعلق به رادیو همراه و من هست و امیدوارم دوستان به این موضوع و آنچه که به عنوان به هر حال حقوق مؤلف هست توجهی رو داشته باشند. رادیو همراه بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. باعث افتخاره که من تونستم بالاخره با شما خودم شخصا صحبت بکنم. لطف دارید بفرمایید. خواهش میکنم آقای دکتر. عرضم به خدمتتون که بنده دو تا مسئله و دو تا مشکل دارم. به نظر خودم دو تا مشکل به هم کاملا مرتبطن، ولی مشکل دوم در حقیقت با تأخر اتفاق افتاده، ولی احتمالا در مشکل اول حتما تاثیر داشته. بنده پزشک هستم، پزشک متخصص هستم و در اروپا زندگی میکنم همراه با خانومم و یک دختر کوچولومون. بودن از 2013 مهاجرت کردیم، فرزند اول خانواده 3 نفره هستم و میتونم خیلی سریع اگر وقت داشته باشیم یک رزومه من چند تا سوال بکنم. چند سال تون آی دکتر؟ من 39 سالمه. و همسرتون؟ همسر بنده 37 سال، ایشون هم پزشک هستن. اون وقت دخترتون چند سالش؟ 2 سالش هستش. اوکی، پس بنابراین در اروپا متولد شده. بله در اروپا متولد شده. میفرمایید. خب اگر امیدوارم بتونم چون سریع من اون نکات کلیدی رو بگم و به اون مسئله برسیم. در خانواده ما میتونم بگم ما خودمون کامل همه پلی کلینیک هستیم، همه تحصیل کرده و همه پزشک، به طوری که کسی که مثلا پایین فوق لیسانس و این مسئله باشه جزو بی‌سواد حساب میشه. پدری بسیار دیکتاتور که برای درس خوندن بسیار روی بنده فشار گذاشتن و روی دوتا خواهرای دیگم و همچنین ایشون یکی دیگه‌شون هم پزشک هستن، ایشون هم در اروپا هستن ولی در یک کشور دیگه، اون یکی در آمریکا هستن، ایشون هم در تحصیلات فوق دکترا هستن ولی پزشک نیستن. به قدری میتونم بگم که ایشون فشار میذاشتن که یعنی فقط مسئله ایشون یک فرد کاملا یک بودی، یعنی مثلا بنده اگر میومدم اتومبیل رو جلوی چشم ایشون آتیش میزدم هیچ کوچکترین مثلا ریسپانس یا چیز بدی نمیگرفتم یا پولا رو از بین میبردم یا یک مسئله. تنها مسئله ایشون مسئله درسی بود و حالا ما هم به این مسئله رسیدیم و درس رو خوندیم و پزشکی مو داخل ایران گرفتم، بعد مهاجرت کردیم به اینجا، ازدواجم رو داخل ایران انجام دادم، تو دانشگاه با خانومم آشنا شدم و همونجا ازدواج کردیم و اومدیم اینجا. خودتون میدونین اول مهاجرت چقدر سختیای مختلف داره تا امتحانات مختلفه که حقیقت معادل سازی بشه اون چیزی که ما انجام دادیم و اون رشته‌ای که توی ذهن خودم بود و چیز بود و اول نتونستم پیدا بکنم تا قبل از اینکه امتحانات خاصی رو انجام بشه و چیز بکنم. رشته بسیار فوق لوکسی رو می‌خواستم که بالاخره بهش رسیدم، ولی در 2 سال اولی که اینجا بودم چیز دیگه‌ای رو می‌خوندم، پزشکی بود ولی اون رشته نبودش. این رشته فوق لوکس رو بالاخره خوندم و در 1 سال اولش دچار مشکلات بسیار شدیدی شدم از لحاظ عرضم به خدمتتون، طوری که اخراجم کردن به این دلیل که گفتن شما به درد این کار نمی‌خوره. از اونجا که همیشه در حقیقت بسیار آدم موتیویتی بودم، دوباره تونستم همون رشته رو بگیرم و الان از لحاظ چیز بسیار تون رشته پیشرفت کردم. برای من یه سواله، آخه چجوری نتونستید؟ یعنی اونا اگر 2 یا 3 تا ایراد به شما میگرفتند و گفتند که در این رشته شما کار نکنید چی بود؟ میگفتن که تو از لحاظ هوشی بسیار بالا هستی، آدم پرکتیکی نیستی، یعنی مثلا به درد کار جراحی نمیخوری، مثلا یه همچین چیزی میگفت. چه قسمت کار جراحی نمیخوری؟ میگفتن
اینجایی که من هستم مثلا سیستمش مثل آمریکا نیست، یعنی همه انتظار دارن تو یک دقیقت استپی رو گذرونده باشی، یه مقدار تالنت تو خودت باشه تا بخوایم ادامهشو باهات بدیم. میگفتم تو به درد این کار نمیخوری، تو دست خوب جراحی نداری، ولی اینجایی که الان هستم و تقریبا دارم فوق تخصصمو میگیرم اصلا این مسئله الان مطرح نیستش. و بذار برای که برای من یه مسئله است با توجه به اون چی فرمودید. ببینید یه زمانی هست که حرف این است که شما یه آدم مکانیکالید و یه آدم به قول معروف بای دی بوک هستید که بر اون اساس کار میکنید و بنابراین در شما دو چیز نیست، یکی آغازگری اینیشیتیو بودن نیستی که خلاقیت کریتیو بودن. بنابراین ممکنه شما جراح استخوان خوبی باشید ولی جراح پلاستیک نمیتونید باشید، چون مایه هنری رو که بتونید یه مقداری فاصله بگیرید از نظام مکانیکی و بسیار فیزیکی خودتون نمیتونید خودتون رو دور کنید. چون برای من بسیار مهمه که ایرادی که رو شما گذاشتن چی بود. ایرادی که گذاشتن گفتن تو دقیقاً هندیمن خوبی نیستی. خب آخه ممکنه بیاری ترجمه شید میشه. خب آخه ببینید هندیمن وقتی از قطعه ماجرای جراحی حرف درستیه، چون ما وقتی فرمان به دستمون و انگشتامون میدیم یه دمون دست و انگشتای ما فرمان رو به خوبی اجرا میکنن، اینکه خطات خوبی میتونیم نقاش باشیم و یه ده نه، حتی میدونید یه ده از آدم ها هستن که دست چپشون راست دستن بسیار ضعیفه، انقدر که برایشون مشکله حتی سر میز شام وقتی قرار با قاشق و مثلا چنگال یا کارد و چنگال کار بکنن باش راحت نیستن، یه دفعه کنن اینا بلد نیستن در حالی که اون توان رو ندارن. خب این موضوع برمیگشت به یه مهارتی که میتونه درست باشه، یعنی کاملا فرض بفرمایید بسیار از اوقات شما یه دستی دارید که این ظرافتش به درد حتی پیانو میخوره ولی به یه دست دیگه نه، یا ممکنه کسی توان جراحی رو به دلیل اون حساسیت و یا حتی نوع انگشتانش بتونه اون کار رو بهتر انجام بده مثل بقیه‌ای که میتونه بزنه دیگری نه. برای که برای من مهمه با توجه به اون سابقه‌ای که اشاره فرمودید میخوام ببینم، چون اون فشار و سنگینی باری که روی تحصیل از جانب پدر و بقیه دقیقاً همین رو خواستم عرض کنم خدمتتون و شو. من چون موتیویت بودم و میخواستم به این فرد که ثابت کنم که اینطور نیست و حتی به پدرم ثابت کنم، حالا باز من یه فلش بک میزنم یا اینکه ادامه بدم این مسئله رو که هر جور دوست داری رایده کنم. اوکی، میخواستم به این فرد و کما به پدرم ثابت کنم که اصلا اینطور نیست. طوری به من فشار اومد که من به مدت 2-3 ماه میتونم بگم حتی پوتنس جنسی خودم رو دست دادم و فقط میخواستم ثابت کنم که نه، من این کارو میکنم و من همچین چیزی هستم و میتونم، و کما اینکه بالاخره تونستم شاید بگم الان تو این جایی که هستم یک بیمارستان بسیار خوب و اون کاری که ما میکنیم شاید توی اروپا تک باشه لحاظ مثلا توی کاتگوری تومور فقط ما عمل میکنیم و بیمار از استرالیا میاد، بیمار از نیوزیلند میاد، حتی چند تا بیمار از آمریکا داشتیم. صحبتی که میخوام بهتون بکنم بعد از یه مدت که گذشت و خب این کارو من کردم با اون چیزی که میخواستم تو ذهنم یا اون گول و ایم و چیزی که تو ذهنم داشتم و حداقل تا حدودی رسیدم، احساس کردم این سوخت زندگی من و اون موتیویت من دیگه تمام شده، یعنی اصلا انرژی این داستان رو دیگه ندارم. و داست کدوم داستان رو؟ همین داستان یعنی... جراحی کردن و اصلا کلا پزشک بودن در حقیقت، به طوری که مثلا گاهی وقتا باورتون نمیشه مثلا من دارم عمل میکنم تو عمل خونریزی اتفاق میفته، یعنی اصلا خود یعنی گاهی وقتا دلم میخواد حوصله حتی جلوگیری اون خونریزی رو هم ندارم، میخوام همش تو بندازم پاشم بیام بیرون از اتاق. دو چیزای دکتر صبر کنید، دو چیزه. ببینید شما ماجرای مهرکین رو لاو هیت ریلیشن رو تو روابط انسانی شنیدید، بعضی از اوقات در کودکی پدر و مادر وقتی اصرار در یه زمینه‌ای دارن از جمله درسی که اشاره فرمودید، ما یه دوگانگی تمام و عیار در موردش داریم، یعنی برخی از اوقات تمام نیرو و انرژی اون رو میذاریم ولی اصلا هدف ما اینه که یه جوری خودمون رو در اون آنچنان غرق کنیم که بتونیم ثابت کنیم که این کار چقدر غلط و بد بوده، ولی برخی از اوقات به خاطر همین غرق شدن کاملا آنچنان توفیقی و برجستگی پیدا میکنیم که خب برای همه جنبه متفاوت و استثنا رو داره. من در شما همینطوره، یعنی من ببخشید شما رو قطع میکنم، یعنی
حتی از پروفسورایی که بالاتر از من درستم بسیار همیشه بازخورد خوبی حداقل حتما در این کار جدیدی که پیدا کردم و انجام میدم و حتما. حتما. ولی آخه نکته دومش مهمه. نکته دومش من بفهمم. نه من چیزی میگم چون این موضوع شما رو من تو چند نفر از دوستان ببینید آقای دکتر، شما به خاطر آنچه که در مغز شما پدر و محیط خانوادگیتون کاشتن، به شما یه پیامی دادن که یه چیزی به اسم هدف، یه چیزی به اسم منزل وجود داره. ابداً شما رو با این واقعیت آشنا نکردن که زندگی یک جاده است، یه راهه و ابداً پایانی نداره. یعنی مقصدی در کار نیست، منزلی در کار نیست. ما در یه مسیری میریم و هست میشیم. تیپی مانند شما با اون همه هوش و دانایی و تواناییتون الان به جایی رسیدید که به یک اعتبار بر اساس تعریفی که 10 سال قبل 20 سال قبل از خودتون و این موضوع داشتید، این منزل شما بود، این جایگاه و پایگاه شما بود. شما اومدید اینجا، الان میبینید این همونی که قبلا بود به نوع دیگری است. به بیان دیگه هنوز میبینید در راهید. علت سردی شما، علت اینکه برخی از اوقات میخواهید رها کنید اینه که به من گفته بودن تو میای میرسی به یک قهوه خانه ای، به یه رستورانی. متوجه شدم همچی چیزی نیست، من باید از دور برم همینجوری علف و میوه و نمیدونم یه چیزی پیدا کنم بخورم و برم. غذایی در کار نیست، رستوران در کار نیست. این حال شما دقیقا اونجاست آقای دکتر، نشانه هیچی نیست. نشان دهنده این است که شما با این واقعیت آشنا شدید که اصلا در کودکی و نوجوانی شما را آشنا نکردن که زندگی جرمیه، یه سفره، یه راهه، مقصدی نیست، منزلی نیست، پایانی نداره. برای که وقتی به اون برسید بعدن چیزی در اون دیده نمیشه. من نگرانیم اینه که تلفنتون شاید قطع شد، به نظرم میاد اینه. اگر ممکنه لطفا بگیرید، امیدوارم چون من امیدوارم که قطع نشه چون خیلی مهمه. پس قطع نشد. نه قطع نشدید، خوشبختانه هستید. بفرمایید. بله عرض میکردم، میگم به یه جایی مثلا رسیدم که در جراحی همون چیزی که میگفتن نمیشی یا خیلی سخته برات، حداقل از طرف اون استادی که قبلا داشتم، حالا الان رسیدم بهش. الان طوری که میگم سو وات، حالا که چی مثلا، یا همین مسئله در مثلا بر فرض مثال یک اتومبیل عجیب غریبی الان بنده داشتم که مثلا سوپر اسپورت، ولی مثلا آرزوی خیلی هاست داشتم، الان سو وات، الان که چی، حالا مثلا حالا اینم دارم. متوجه هستی؟ احساس میکنم اون سوخت زندگی و اون چیزی که منو موتیو میکره کاملا تموم شده. آقای دکتر عزیز، چه بهتر که تموم شده، قربونتون برم. اون ببینید آخه اشکال کار دقیقا همینجاست. ببینید آقای دکتر، شما لطفا سیدی خوشبختی من رای نشنیدید بشنوید. بذارید به این نکتر خدمتون رو عرض کنم. ما تصور میکنیم که اگر دیپلم بگیریم، اگر رئیس بشیم، اگر ازدواج بکنیم، اگر پدر یا مادر بشیم، بسیار این گونه فکر میکنیم، به اونجا برسیم یا به همه چیز رسیدیم یا به خیلی چیزا رسیدیم. واقعیت مسئله اینه که روزی که به همه اینا برسیم، لحظه بعدش همچنان موضوع اینه که حالا چی کار میخوایی بکنی. به بیان دیگه روزی که من فرضم بر اینه که اگر به اینجا رسیدم همه چیز درست است و تمام است، وقتی اونجا رسیدمه که اون یأس به من دست میده و کار دست من میده و منو گرفتار میکنه. و گفتم شما در جهت تحصیل و جایگاه علمی و یا توانایی علمی یه چنین وضعیت و حالتی رو داشتید. به همین جهت است که قرار نیست هیچ پدیده خارجی بتونه موضوع هدف و کل و همه زندگی من باشه. اونا یه چیزی هستن که برای خوب زندگی کردنه. چرا بارها من درس کردم ما دو تا هدف بیشتر نداریم؟ سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، و خوشبختی، هپینس. همه چیز وسیله است. اشکال کار این است که شما علم رو، مهارت رو، شغل رو، پزشکی رو، جراحی رو هدف گرفتید و به همین جهت وقتی به اونجا میرسید اون هدفی نیست. درست مثل که آدم فکر بکنه ازدواج هدفه. شما چه میشنوید در داستانا؟ اونا هم دیگه ازدواج کردن و live happily ever after، یعنی بعد از اون با خوشبختی زندگی کردن. اصلا از فردا صبح بذارید ببینید، ما یه تحقیق خیلی محدودی دانشگاه تهران داشتیم قبل از انقلاب، اون زمانی که من استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم. سوال این بود که بدترین روز و شب زندگی شما کجاست؟
پاسخ 19% گفتن عروسیشون. خب عروسیشون، در حالی که شما اگر به مردم برگردید بگید بهترین شب و روز زندگی شما فکر میکنید چه خواهد بود، من فکر کنم بیش از نیمی از مردم، مگر کسانی که دنبال تحصیل و علم باشن مثل ازتالی، نیمی از مردم میگن عروسیشون. و بنابراین نشون میده که اینا یه مقدار توهمه. منو برمیگردونه به داستان مرغ‌هایی که تصمیم گرفتن برن به کوه قاف و سیمرغ رو پیدا کنن. بنابراین هزاران مرغ راه افتادن که خودشون رو برسونن به کوه قاف، چون گفتن اونجا جایگاه سیمرغه. وقتی به اونجا رسیدن دیدن در اون کوه یا بالای اون کوه هیچ پرنده‌ای نیست، سیمرغی خبری نیست. بعد یک دفعه متوجه شدن که تعداد مرغانی که به اونجا رسیدن 30 تا دونن و بنابراین شدن سیمرغ. یعنی آنچه که تمام عمرشون به دنبالشون بودن از آغاز با اونها بود، حتی 3000 مرغ بودن. اما این تنگ نظریشون سبب شد که فکر کنن یه چیزی به اسم سیمرغ وجود داره که اگه بهش برسن به همه چیز رسیدن. اونجا که رفتن فقط خودشون رو یافتن. معنای دیگر این به نظر من این تعبیر زیبا و عمیق همینه که روزی که شما خوشبختی رو که اساس کاره، یا آنچه که سلامت روانی انسانی که هر دو با هم یکی هستن رو در هر چیزی خارج می‌بینید و با او، چه پول باشه، چه مقام باشه، چه قدرت باشه، چه شهرت باشه، چه حتی خدمت به دیگران باشه، دیر یا زود از پا در میاد. به همجاست که اونا قرار جایگاه محدود خودشون رو داشته باشن. یعنی ما باید بپذیریم که در مسیر رشد و تکاملمون ما به دنبال این هستیم که خودمون یه موجودی بهتر و برتر بشیم، نه اینکه چیزای بیشتری داشته باشیم. چرا عرض کردم سیدی خوشبختی؟ برای که در خوشبختی نشون داد موضوع اصلی و اساسی خوشبختی نه علمه، نه عشقه، نه ازدواجه، نه زیباییه، نه ثروته، نه قدرته، نه شهرته، هیچ کدوم از اینا نیست. مسئله خوشبختی اینه که من خودم رو در مسیری قرار بدم که به عنوان اپتیمال اکسپریانس، تجربه مطلوب میشناسم. یعنی من در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم برای رسیدن به هدفی که واقعی، ممکنه، یونیورسال، عمومی و جهانی و اخلاقی انسانی، درگیر کار و فعالیتی بشم که آگاهانه است، آزادانه است، مهربانانه است، سازنده است، مسئولانه است و اخلاقی انسانیه. روزی که در حد اکثر توان فیزیکی و روانی خودم حرکت میکنم، در اون لحظه و فقط در اون لحظه احساس خوشبختی. خوشبختی هیچ معنای دیگه از نظر علمی نداره جز این که من یه آدم تازه بهتر برتری بشم که تا دیروز نبودم. و همیشه مثال عرض کردم که اگر دانه‌ای رو بکارم، اون زمانی که ریشه میزنه این دانه خوشبخته، اون زمانی که ساقه میزنه خوشبخته، اون زمانی که خودش رو میشه کافه و از خودش شاخه بیرون میزنه خوشبخته، وقتی اولین یا دومین برگ پیدا میشه خوشبخته. بنابراین ملاحظه میکنید که اشکال کاری که در فرهنگ ما و یا در خانواده شما وجود داشته در خصوص علم، که تازه بهترین انتخاب رو کردن، این بوده که مهم اینه که تو بتونی بالاترین جایگاه علمی رو، و نه تنها به خاطر ثروتش یا شهرتش، توانایی و مهارت رو پیدا کنی. معلومه به عنوان یک ویژگی انسان فوق العاده برجسته است، یعنی ما برتر از اون نداریم، ولی این همه زندگی نیست. به همین که مسئله اصلی تعادل و توازن. الان بذارید بگم، من اتفاقا میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، شما باید جشن بگیرید که خوشبختانه اون انگیزه ها رو دیگه ندارید. خوشبختانه به اینجا رسیدید که من میخوام از زندگیم لذت ببرم و کار عادی بکنم. والا همینجوری شما میدونید آید دکتر، مثل اینمونی که من همیشه عرض کردم، مثل اینکه من فقط از پله ها بخوام برم بالا، فکر کنم رو پشت بام خبریه، وقتی میرم میبینم هیچ خبری نیست، اون خبری بود که روی زمین بود. دقیقاً با خیلی از همکار گروه خب اینجا هم دیدیم حالا که چی صحبت، حالا اینجا مثلا اونقدر دیگه نه جلبم میکنه، نه میدونید، مثل اینکه مثلا مثل یک تیمی که به چندین جام مختلف رسیده باشه و دیگه اصلا نه انگیزه ای، نه حالا علاقه رو نمیتونم بگم، علاقه بود همیشه ولی هیچ موتیویتی دیگه نیست. یعنی ترجیح میدم که مثلا دویدن دخترم رو توی چمنا بشینم ساعتها نگاه بکنم، خیلی بیشتر منو ارضا میکنه یا ساتیسفای میکنه که این کارو بکنم، تا اینکه اون چیزی که وای الان من مثلا میخوام امروز برنامه عمل پره، من دکتر فلانی اومد این همه کارو کرد، آفرین باری کرد.
متوجه هستید چی عرض میکنم؟ سر جای خودش آقای دکتر، من اصلا مسئله ای ندارم، یعنی هستالی به من بفرمایید، من در هفته 40 ساعتم و اینجوری میگذرونم، من مشکلی ندارم، ولی شما 126 ساعت دیگه، 168 ساعت دیگه، 188 ساعت دیگه دارید، اونا قرار نیست اینجا باشه. من اصلا مشکلی ندارم که آدم بره کارش رو به خوبی و درستی انجام بده. به همین جاست که شما که پزشکی بیشتر و بهتر از من دید. مسئله اصلی و اساسی اون بالانس و توازنه. شما باید همه ویتامین ها رو، همه اون چیزایی که بدن احتیاج داره داشته باشید. شما نمیتونید مقدارش رو دو برابر و این مقدارش رو نداشته باشید. حتی اون چیزی که الان من شما گفتگو کردیم، معلومه یه حد اقلی از ثروت لازمه که آدم فشاری نداشته باشه، چون نداشتن پول آدمو از پا در میاره. معلومه یه حد اقلی از جایگاه اجتماعی اهمیت داره، معلومه یه حداقلی از آگاهی و دانایی میخواد، اما این همه زندگی نیست، ولی برای شما شده بوده همه زندگی. تعریف کرده بودن آقای دکتر برای من میخواستم این دوتا مشکل و مشکل اول رو عرض کنم خدمتتون. همینطور که گفتم مثلا در آخر کار هیچ موتیویتی ندارم، سوال اصلی من برای مشکل در حقیقت سوال اول من به این ترتیبه که موقعی که صبح مثلا سوار ماشین میشم و میرم سر کار، چنان استرسی بر من قالب که با من نمیدونم این استرس از کجا میاد. یعنی نه عکسشه آی دکتر، عکسشه. شما قبلا استراب و استرس داشتید برای اینکه این کار رو باید انجام بدید، الان اون رو ندارید. اون گرفتاری، ببینید بانوی ارجمندی به من روی توی کلاسم بود یا توی خط رادیو بود، گفتن آقای دکتر من همیشه نگرانم، من همیشه نگرانم، اما اگر یه روزم نگران نباشم نگران میشم که من چرا امروز نگران نیستم. دقیقاً، یعنی اصلا من صبح که بلند میشم من شبش میگم بابا من چرا انقدر استرس دارم، و اون چیزایی که سی دی های شما رو گوش دادم و اون چیزایی که تو تکست ها خوندم، یه تکنیکایی که هست که مثلا همین تایم منیجمنت، این کارا رو میکنم اینا، ولی به محض اینکه وارد کار میشم یک استرسی که موضوع چیزی هست. اصلا استرس هست، این اصلا کجا میاد؟ نه واقعا نمیدونم این چیه که من اینقدر استرس هستم و نمیدونم که آی دکتر من چون متاسفانه وضعیت دو سه دقیقه مجبورم برنامه رو قطع کنم، اگه خواستید وقتی دیگه آی دکتر، مسئله استرس نیست، مسئله ای که شما متاسفانه گیرش هستید و گرفتارش هایی، یعنی اون چیزی که مسئله زندگی شما شده این است که استرس تو وجود شما هست. ببینید شما پزشکید، من شما هر غذایی به من بدید من دلم درد میگیره، این به خاطر نوع بد غذاها یا خوب غذاها نیست، مشکل جهاز هاضمه منه. مشکل اینه که ماجرای استرس در وجود شما هست، شما موضوع رو پیدا میکنید. حتی وقتی همه چیز خوبه، دلیل بسیار از علما میگن اینقدر همه چیز خوب و آرومه من میدونم یه اتفاق بدی میفته. یعنی اشکال کار در اینه، اشکال کار اینه که استراب و استرس به خاطر آنچه که در گذشته بوده در وجود شما نشسته. حتی وقتی خوبه شما میتونید بیشتر ناراحت بشید. الان شما را اگر درگیر یه جراحی بکنن که فکر کنید توانش رو دارید ولی ممکنه نتونید، من مطمئنم اون روز ای بسا شما استرس ندارید، استرس اون روزی دارید که شما باید کار روتین بکنید و ای بسا تعجب نکنید، نگران میشید که نبادا من به دلیل بی‌توجهی اشتباه کنم. دقیقاً. موضوعی که شما دارید ماجرا این است که شما این فرض رو بپذیرید که در این معادله شما استراب و استرس نشسته و منتظر یه بهانه‌ای پیدا کنه، مثبت و منفی، خوب یا بد، که اونجا خودش رو نشون بده. گرفتاری شما اونجاست آقای دکتر، و الا این خاطر بیرون نیست. هیچی، باید موضوع اون آقای دکتر، اون خاری که تو دست شماست. دوستی اینو میگم متاسفانه باید قطع. یک کسی رفت پر دکتر و گفت آقای دکتر من همه جام درد میکنه. دکتر گفت یعنی چی؟ گفت ببین اینجا دست می‌ذارم درد می‌کنه، اینجا هم دست می‌ذاره درد می‌کنه، اینجا هم دست می‌ذاره. دکتر گفت قربونت برم انگشت شکسته. یعنی تو اشکال در این نیست که هیچ جا درد میکنه، تو انگشت شکسته. تو آی دکتر شما انگشت شکسته رو گذاشتید. روزی که کار ساده است، جراحیتون ساده است، استرس دارید. روزی که سنگین، استرس دارید. روزی که بهترین وقتش وقتی که متعادل باشه، یعنی کاری باشه که شما بتونید ولی کمی نگرانش باشید، اتفاقا اون موقع کمتر دارید. بنابراین شما مشکل رو باید با استراب و استرستون حل کنید و اون دنیا رو یه وقت، یعنی اون دنیا رو باید برای خودتون بسازید. یه وقت دیگه تشریف بیارید با هم صحبت کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. مطمئنم بسیاری از افراد تحصیل کرده و آگاه ما در رده‌های بالا این مسئله و مشکل رو دارن، چون من در سطح دانشگاهی با دوستان در ارتباط بودم یا تو کار تراپی در لس آنجلس صدها نفر مانند شما دیدم که حرفشون این بود که بعد از که به همینا رسیدم این همش همین بود،
این نکته رو عرض کنم، بسیاری از مردم شب عروسیشون یا فردای عروسیشون نمیگن، این 15 سال 10 سال شب عروسی همین بود، همینه که اینقدر ازش عکس میگیرن که بعدن آلبوماشو نگاه کنن فکر کنن یه خبری بود، بلکه که خود اون شب ای بسا هیچ خبری نبود اگر اصلا خبری بود. ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خیلی خوشحال شدم. خیلی متشکرم. من اگر امکان داشته باشه مجدداً حتما این کارو بکنید. خیلی بسیار ممنون. خدا نگهدار.